رادیو قبرس تقدیم می کند هنر رندانه به چپ گرفتن اثری از مارک منسن و ترجمه ارشاد نیکخا با صدای سعید جسمی تهیه شده در استودیوی رادیو قبرس باورهای خودمون باشیم. بیایید این کار رو امتحان کنید. یک آدم معمولی رو ببرین توی اتاقی و چند تا دکمه بذارین جلوش. بعد بهش بگید که اگه کار خاصی انجام بده، حرکت یا الگویی تعریف نشده که خودشون باید پیداشون کنن، چراغ روشن میشه و این یعنی یک امتیاز. وقتی روانشناسا این کار رو کردن، نتیجه چیزی شد که شاید خودتون هم انتظارش رو داشته باشید. آدما میشینن و همینجوری علکی و تصادفی شروع میکنن به کوبیدن روی دکمه ها تا وقتی که در نهایت چراغ روشن میشه و بهشون میگه که یک امتیاز گرفتن. به طور کلی در عرض ده 15 دقیقه هر کسی به الگوی خاص خودش برای کسب امتیاز میرسه و معمولا چیز عجیب و غریبیه مثل ایستادن روی یک پا یا الگوی طولانی از دکمه ها که در بازه زمانی خاصی فشار داده بشه ولی قسمت بامزه ماجرا اینجاست که امتیازها واقعا تصادفی و علکی هستند هیچ الگویی وجود نداره فقط چراغی هست که با یک صدای دینگ روشن میشه و آدم هایی که دارن کلم علق میزنن و فکر میکنن کاری که دارن میکنن بهشون امتیاز میده هدف از این آزمایش به غیر از سادیسم طراحش اینه که نشون بده ذهن ما آدم ها چقدر مستعده که این شر و ورای غیر واقعی رو ابدا و بهشون باور کنه مغز ما ماشین معنا پردازیه چیزیه که ما به عنوان معنا درک میکنیم محصول پیوندهایی که مغز ما بین دو یا چند تجربه میسازه ما یک دکمه رو فشار میدیم بعد یک چراغ روشن میشه ما فکر میکنیم که دکمه باعث شده چراغ روشن بشه این قضیه اساس معناست دکمه چراغ چراغ دکمه ما یک صندلی میبینیم متوجه میشیم که خاکستریه بعد ذهن ما پیوند بین رنگ خاکستری و شیء صندلی رو ترسیم میکنه و یک معنا میسازه اون صندلی خاکستریه ذهن ما همش داره سر و صدا ایجاد میکنه ولی دو تا مشکل اساسی وجود داره اول اینکه مغز ناقصه ما چیزهایی که میبینیم و میشنویم رو اشتباه میگیریم چیزها رو فراموش میکنیم یا اینکه رخدادها رو خیلی راحت سوء برداشت میکنیم دوم اینکه ما معنایی رو برای خودمون میسازیم و ذهن طوری طراحی شده که به اون معنا چنگ بزنه به سمت معنایی که ذهن ساخته جانبگیری میکنیم و نتیجه همه اینها اینه که بیشتر باورهامون غلطن یا اگه بخوایم دقیق تر باشیم همه باورهامون غلطن فقط بعضی یه ذره کمتر غلطن ذهن انسان ملغمه ای از نادرستی هاست اگرچه این قضیه میتونه آزاردهنده باشه ولی پذیرش این مفهوم به طرز عجیبی مهمه. در سال 1988، مردیت ماران نویسنده و ژورنالیست فمینیست وقتی که پیش روان درمانگر می رفت یه چیزی فهمید که لرزه بر اندام و زندگی و همه جاش انداخت. اینکه وقتی بچه بوده پدرش بهش تجاوز کرد. شوکه بزرگی بود یک خاطره سرکوب شده که بیشتر دوران بلوغش متوجهش نشده بود ولی در سن سی و سالگی به روی پدرش آورد و به همه خانواده گفت که چه اتفاقی افتاده حرفای مردیت همه خانواده رو شوکه کرد پدرش گفت که عمران همچین کاری نکرده و همه چی رو کتمان کرد بعضی از اعضای فامیل طرف مردیت رو گرفتن و بعضی هم طرف پدرش رو. شجر نامه به دو طرف تقسیم شده بود. درد مثل سرب مذاب توی شاخه هاش میخزید و همه رو پاره میکرد. بعدها در سال 1996 مریدیت به یک روشنگری پشم ریزون جدید رسید. که راستش پدرش همچین کاری باهاش نکرده بوده. مردیت با کمک یک درمانگر که البته نیت بدی هم نداشت این خاطره رو اختراع کرده بود احساس گناه داشت از درون میخوردش و در طول بقیه عمر پدرش سعی کرد باهاش و با بقیه اعضای خانواده آشتی کنه ازشون معذرت خواهی کنه و براشون داستان رو توضیح بده ولی دیر شده بود پدرش فوت شد و اون خانواده دیگه مثل سابق نشد کاشف به عمل اومد که مردیت توی این تجربه تنها نبوده بعدها توی کتاب زندگی نامش به عنوان دروغ من داستان واقعی یک خاطره غیر واقعی نوشت که در دهه 1980 میلادی خانومهای های زیادی مردهای های خانواده را به سو استفاده های جنسی متهم کردند که البته چند سال بعد همشون پشیمون شدن و ادعاشون رو پس گرفتن به طور مشابه آدم های زیادی هم ادعا کردند که طی همون دهه یه سری مکتب شیطانی را افتاده که بچه ها رو مورد آزار جنسی قرار میدن که با وجود تجسس گسترده پلیس در شهرهای زیاد هیچ وقت مدرکی دال بر این رفتارهای جنونآمیز پیدا نشد چرا یهو همه آدم ها شروع کرده بودن به اختراع کردن خاطرات آزار جنسی در خانواده و مکتب های عجیب و غریب و چرا همه این ماجره ها در دهه هشتاد اتفاق افتاد نمیدونم وقتی بچه بودی اون بازی به بغلی به بازی کردی یا نه همون که تو یه چیزی توی گوش بغلی زمزمه میکنی و اون هم توی گوش بغلی و همینجور میره تا آخر بعد میفهمی چیزی که نفر آخر میشنوه کاملا با چیزی که تو گفتی فرق میکنه خب راستش حافظه ما هم همینجوری کار میکنه یه چیزی رو تجربه میکنیم چند روز بعد اون رو یه خورده متفاوت به یاد میاریم طوری که انگار توی گوشمون زمزمه شده و ما هم اشتباه شنیدیمش بعد اون رو برای یکی دیگه تعریف میکنیم و خب مجبور میشیم چند تا از چاله چوله های داستان رو با شاخ و برکایی پر کنیم که داستانمون معنایی داشته باشه و به طرف مقابل ثابت کنیم که دیوونه نیستیم بعد خودمون هم این چاله های پر رو باور میکنیم و دفعه بعد هم اونها رو میگیم فقط چون واقعی نیستن یه خورده اشتباه برداشتشون میکنیم و یک سال بعد شبی که خوب مست کردیم و داریم قصه رو برای دوستامون تعریف میکنیم یه خورده دیگه هم به شاخ و برگ اضافه میکنیم خب بیا صادق باشیم فکر کنم حدود یک سوم داستان رو بافتیم ولی هفته بعد که کاملا از مستی در اومدیم نمیخوایم اعتراف کنیم که یک خالی بند بیخاصیت هستیم پس به ورژن تحریف شده و آب و تاب داده شده قصه‌مون پایبند میمونیم و پنج سال بعد قصه یه به قرآن قسم به جون مادرم راست میگم در بهترین حالت پنجاه درصدش واقعیه هممون همچین کارایی کردیم من هم میکنم تو هم میکنی صرف نظر از اینکه چقدر صادق و با حسن نیت هستیم همواره در یک حالت گمراه کردن خودمون و دیگران هستیم جدا چرا؟ صرفا به این دلیل که مغز طراحی شده که کارا باشه نه دقیق نه تنها حافظمون ریده که در دادگاه شاهدان عینی هم لزوما جدی گرفته نمیشه چه جوری میشه که این اتفاقات میافته خب مغز ما همیشه داره سعی میکنه شرایط کنونی رو بر اساس چیزهایی که تا الان بهش باور داریم و تجربه کردیم پردازش کنه و ازشون معنا بسازه. هر برش از اطلاعات جدید بر اساس ارزش ها و نتیجه گیری هایی که از قبل داریم سنجیده میشن. در نتیجه مغزمون همیشه به سمت چیزی که حس میکنیم در لحظه اکنون درسته جانبگیری داره در نتیجه وقتی با خواهرمون رابطه خیلی خوبی داریم بیشتر خاطراتمون با اون رو در یک پرتوی مثبت روشن به یاد میاریم ولی وقتی رابطمون باهاش به گند کشیده میشه ناخداگاه همون خاطرات رو یه جور دیگه ای میبینیم و اونها رو یه جوری باز خلق میکنیم که خشم کنونی ما نسبت به خواهرمون رو توضیح بده. اون کادوی بامزه ای که عید پارسال بهم داد خیلی تحقیرآمیزه اون دفعه که یادش رفت ما رو به ویلاشون دعوت کنه الان دیگه اشتباه معصومانه نیست بلکه یک گناه کبیر است قصه ساختگی مردید از آزار جنسی خیلی بیشتر منطقی جلوه میکنه وقتی که ارزشهای های مردید و خواستگاه باورهاش رو درک کنیم اول از همه مردیت بیشتر طول عمرش یک رابطه پرتنش و سخت با پدرش داشت دوم مردیت بارها و بارها در رابطه سمیمی با مردها سرخورده شده بود و یک ازدواج ناموفق هم داشت در نتیجه از میون ارزش هایی که داشت رابطه نزدیک با مردها چنگی به دل نمیزد. بعد در اوایل دهه 1980 ملدیت به یک فمینیست افراطی تبدیل شد و شروع کرد به تحقیق در مورد آزار جنسی کودکان. هر روز با چند داستان وحشتناک آزار جنسی مواجه می شد و سالها با قربانی های آزار جنسی خانگی که بیشترشون دختر بچه ها بودن کار می کرد. همچنین خیلی پیگیر برای برخی از پژوهش‌های اون زمان گزارش تهیه میکرد. پجوهش هایی که بعدا مشخص شد به طرز اقراغامیزی شیوع آزار جنسی کودکان رو دست بالا تخمین زده بودن. یکی از مشهورترین اون پجوهش ها ادعا می کرد که از هر سه زن بالغ یک نفر در دوران کودکی مورد تعرض جنسی قرار گرفته. آماری که بعدها غلط بودنش مشخص شد. و مهمتر از همه اینها مریدیت وارد یک رابطه عاشقانه با یک زن دیگه شد یک قربانی آزار جنسی خانگی رابطه مسمومی داشتند و خیلی در هم تنیده و وابسته هم بودند مریدیت مدام داشت سعی می کرد پارتنرش رو از گذشته روان خراشش نجات بده و پارتنرش هم مدام از گذشته دردناکش به عنوان سلاحی برای جلب ترحم مردیت استفاده می کرد. در ضمن رابطش با پدرش از این که بود هم بدتر شده بود. خب پدرش از این قضیه که دخترش با یک لزبیان وارد رابطه شده خیلی خوشحال نبود. و مردیت یه جور وسواسگونهی می رفت روان درمانی. درمانگرهای مردید که ارزشها و باورهای خودشون رو داشتن اصرار داشتن که ریشه ی حال همیشه خراب و افسرده مردید نمیتونه صرفا شغل ناراحت کننده و استرسای اون باشه یا رابطه داغونش با مردها باشه باید یه چیز دیگه باشه یه چیز عمیقتر حلوهش همین دوران بود که فرم جدیدی از رواندرمانی به اسم درمان به روش بازیابی خاطره سرکوب شده مد شده بود در این روش درمانگر شخص مذکور رو می بود به یک حالت نیمه هوشیار و ازش میخواست که خاطرات فراموش شده کودکی رو ریشه یابی کنه و دوباره تجربهشون کنه این خاطرات اغلب خیلی خوشخیم و بیخطر بودن ولی ایده این بود که حداقل چند تاشون ممکنه روان خراشن باشه پس ما مردیت رو داریم که بی نباست و هر روز داره در مورد آزار جنسی خانگی کودکان تحقیق میکنه از دست پدرش خشمگینه همه عمرش از روابط ناموفق با مردها رنج کشیده و تنها کسی که ظاهرا بهش عشق میده و درکش میکنه یک زن دیگه است که اون هم قربانی آزار جنسیه و یک روز در میون روی یک کاناپه دراز میکشه و درمانگرها بارها و با بارها ازش میخوان چیزی رو به یاد بیاره که نمیتونه و در یک لحظه همه مواد لازم و دستور پخت عالی برای ابداع یک خاطره آزار جنسی آماده است خاطره ای که هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود مهمترین اولویت ذهن ما وقتی که تجربه ها رو پردازش میکنیم اینه که اونها رو طوری تفسیر کنه که با همه تجربیات، حس و باورهای قبلیمون هم خونی داشته باشن. ولی اغلب اوقات در زندگی وارد شرایطی میشیم که گذشته و حال هم خونی ندارن. در این شرایط چیزی که داریم تجربه می کنیم جلوی چشم همه چیزهایی که در گذشته مورد استفادهمون قرار گرفته و درست و منطقی پذیرفتیم به پرواز در میاد ذهن در تلاش برای ایجاد همخونی گاهی خاطرات قلابی می سازه. با رفت دادن تجربه های الانمون با اون خاطرات خیال پردازی شده ذهن به همون اجازه میده هر معنایی که تا الان برای خودمون تثبیت کردیم رو نگه داریم همونطور که قبلا هم گفتم داستان مردیت منحصر به فرد نیست در دهه 1980 و اوایل 1990 صدها انسان بیگنا در شرایطی مشابه به اشتباه مورد اتهام تعرض جنسی قرار گرفتند خیلی هاشون رفتن زندان برای کسانی که از زندگیشون راضی نبودن این دلایل پیشنهادی و ترکیبش با آب و تاب های احساسی رسانه ها این آدم ها رو تشویق میکرد که یه خورد خاطرات خودشون رو گل بزنن و رنج کنونیشون رو یه جوری توضیح بدن طوری که بتونن خودشون رو قربانی بدونن و از بار مسئولیت شونه خالی کنن و اینجا بود که درمان به روش بازیابی حافظه سرکوب شده وارد ماجرا شد تا این تمایلات ناخداگاه رو بیرون بکشه و اون رو به فرمی از حافظه ملموس تبدیل کنه این فرایند و طرز فکری که ازش ناشی می شد انقدر متداول شد که یک اسم براش گذاشتن سندروم حافظه اشتباه این قضیه روش کار دادگاه رو هم تغییر داد از هزاران درمانگر شکایت شد و خیلی هاشون خل مجوز شدن درمان به روش بازیابی حافظه سرکوب شده منسوخ و روش های کارامتری جایگزین شد مطالعات اخیر فقط روی درس های دردناک اون دوران سهه میذاره که باورهای ما بسیار شکل پذیرند و حافظه ما به طرز وحشتناکی غیر قابل اتکاست. کلی پند و اندرز سنتی و متعارف اون بیرون هست که بهتون میگن به خودت اعتماد کن با حس شیشمت برو جلو و خیلی از این کلیشه های خوشایند ولی شاید جواب این باشه که کمتر به خودت اعتماد کن به هر حال اگر قلب و ذهنمون اینقدر غیر قابل انتکا هستند شاید باید بیشتر و بیشتر تمایلات و انگیزه هامون رو زیر سوال ببریم اگه همیشه و در هر زمانی داریم اشتباه میزنیم پس آیا شک به خود و به چالش کشیدن سفت و سخت باورها و پیش فرض هامون تنها مسیر منطقی به سمت پیشرفت نیست؟ این قضیه شاید ترسناک و خود تخریب به نظر برسه ولی کاملا برعکسشه این گزینه نه تنها مطمئن تره بلکه خیلی هم رهایی بخشه